تیتر خبر رو تو این مضمون باید بزنیم: آغاز پایان تلگرام. خب تایید خبر فاسدی آمدنیو سنسوس نبیده شده بولم بکنم. ببین امید، میری تو برنامه میگی که این نظامی ها همون گارد جاویدان هخامنشیه. چرا که؟ گوش میدی؟ همون گارد جاویدان هخامنشیه. بگو ما تو یک اتوماتیسم تاریخی هستیم. عزیزان نخند. ببین امید، گوش کن. ای خدا، ما تو یک اتوماتیسم تاریخی هستیم. اینو میای میگی تو برنامه. نه بهتون گم خدایی، نه بچه‌ای صفاگر. امروز خامنه ای رو میبینم چی میشه؟ یاد این میفتم که در یک اتوماتیسم تاریخی آقای خامنه ای رو در جایگاه داریوش بزرگ میبینم. ببینید چقدر نزدیک و شبیه، میبینید؟ دقیقا همون. من امروز خامنه ای رو در جایگاه شاهنشاه داریوش میبینم. البته گفت توی تو سازگارم، گفت مهمون عزیزم یک چیزایی ارزش نداره آدم تصویرشو ببینه، ولی خود اینو میخوام براتون بگم تو این ماجراهایی که این دو هفته شاهد بودیم، یکشم خیلی جالب بود که سید علی آقا در جایگاه داریوش کبیر نشسته بود. خیلی جالب بود برای من. و بعد اونایی که تو تهران بعضی آدما رو سر کار میذارن، به طرف توصیه میکردن آقا شمشم، آقا باید جای داریوش باشه و سپاه جاویدان، دفاع از حزب الله لبنان، سپاه پاسداران این پرچم ها و یه عده حشرات دیگه ای که تو کشورهای مختلف سپاه پاسداران رو توهم میزدن. میدونی مصرف مواد مخدر یه وقتایی آسیب میزنه به آدم، آدم دچار همین میشه که مواد میزنن، بعد یه عده هم باشون تماس میگیرن از داخل کشور، بهشون میگن که الان اتوماسیون تاریخی سپاه پاسداران همان ارتش گارد نمیدونم شاهنشاهی دوران هخامنشی است و بعد و در این اتوماسیون تاریخی خامنه‌ای نمیدونم داریوش بزرگ است و کوروش بزرگ است و از این حرفا. و اینا خب مواد مغز رو یه خورده چیز میکنه، آسیب میزنه بهش، بعد و هم مصرف بیرویه مواد نامرغوب، هم اون گول خوردن فزاینده از ماموران سازمان‌های اطلاعاتی رژیم باعث میشه که این افراد دچار این توهمات بشن، فکر کنن واقعا سپاه پاسداران الان سیبیه. اون آقای رولایزم و ارتباطش با وزارت اطلاعات و آقای امید دانا در سوئد و اینها که جمهوری اسلامی مرتب، من این تلویزیون جمهوری اسلامی رو که هر روز نگاه میکنم، مرتب در مورد همه اینها برنامه اجرا میکنه. منو گذاشت کنار اون به خاطر کلیپ جعلی. در دقیقه 21 آقای میبودی از این میپرسه که آقا جان این داستان چیه که جمهوری اسلامی داره مثلا ماموران خودش رو مثلا منظورش رولازم و من هست و مفتزه میکنه. ببینید چقدر اینا بهشون فشار اومده بر پایه کلیپ جدید. اشاره کردید به چند نفر که اینا رو جمهوری اسلامی فرستاده، در این زمینه سندی وجود داره؟ از کم که نه، من اشاره کردم. خب آدم که زیاده که صحبت هایی که آقای زم میکنه با مامور وزارت اطلاعات دیگه تردیدی، اولا اخباری که میداد کاملا مشخص بود جعلی و دستاخت وزارت اطلاعاته و این صحبت هایی هم که ایشون کرده با مأمور وزارت اطلاعات، صحبتایی که امید دانا کرده و صحبتایی که قبل از اون مدحی کرده و
هرم لقمه این حسن دایی الاسلام میاد میگه صحبت هایی که خب رولازم که ثابت شد با وزارت اطلاعات صحبت کرده، مطهی که ثابت شد، حالا میخوان امید دانان هم یه جور خراب کنن دیگه. کلیپ دیگری رو میخوام حالا این مال جریان پانکوردیس ما جمع کنیم. جریان بعدی جریان رضابازه، کلیپی رو از من منتشر کردن و این کلیپ هم جالبه. در این کلیپ ببین امید اومدن به سبک این داستان، الان براتون چیز میکنم قشنگ کلیپ آماده بشه، اومدن به سبک این داستان آقای روح الله زم ایسکای پایانی دروغ که فریبش دادن، کلیپی رو از روی لایو من ورداشتن و مونتاژ، به این میگن مونتاژ، و این به صورت علنی منتشر شده. خب اینا میان یه همچین کار بی اخلاقی میکنن، یه همچین کار زشت و زننده ای رو میکنن، بعد ادعا از اخلاق میکنن. من رفتم پیگیر شدم ببینم این ویدیو منشأش کجاست. خیلی جالب بود برای من، یک انسانی که دم از اخلاق مداری میزنه، این الان آقای مبارز دو سه ساله همه زندگی شده امید دانا، سخنان منو کلیپ درست میکنه، آخر کلیپاش هم میزنه که به امید این که اخلاق به دنیای سیاست ما برگرده، در فضای سیاسی ما برگرده. آقای اخلاق مدار اومده کلیپ منو مونتاژ کرده به سبک رولزم، بعد که حالا این سر صدا شده تهش یه کوچولو نوشته البته طنز درست کردم، اما کلیپ واقعی نیست. ببخشید تو اومدی دروغ رو درست کردی، در سطح گسترده این ویدیو داره پخش میشه، بعد اون زیر ریز نوشتی طنزه. آره شما اخلاق مدارید؟ من امید هستم، طرفدار سیستم پادشاهی ام، یک اسلام ستیزم هستم، وظیفه هر ایرانی است که درتشتی باشه. من نه اپوزیسیون هستم نه اپوزیسیون، ما مدافع ایرانی، ما ملیتی جز ملیت ایران در خاک ایران نداریم. اینها بحثای قومی به منظور تیک تیک کردن ایران. فدرالیسم در مورد ایران کنونی خیانت است. دموکراسی یعنی دروغ. همین اتفاقات محشره. اسلحه رو نگاه کنید، من این فیلم رو خیلی بررسی کردم، حتی صندوق صدقات هم مشخصه، اسلحه M16 دستش، اون یکی قمه دستش بود. من اتفاقات محشره بهتون نشون نمیدم. نه شما نباید اینا رو به بی بی سی اینا رو نباید نشون بده. بگن چهار تاشونی آقا اینا اشرار نیستن، نامشون چیه؟ من میخواستم بگم نمیخوام ادبیات جمهوری اسلامی رو به کار ببرم. پادشاه رو با هم گوش کنیم، ببینیم مایک والاس چه سوالیت پادشاه میکنه و داستان چیست. این گزارش شما را همچون یک فردی ترسیم کرده، میگه که خطرناک باهوش ولی توهم قدرت دارد، خطرناک و باهوش ولی توهم قدرت دارد. میگه که آدم خطر و توهم قدرت دارد و احتمال میده و یک روزی
بدون اعتنا به منافع آمریکا، بدون اعتنا به منافع آمریکا، نه منافع ایران، بدون اعتنا به منافع آمریکا دنبال اهداف خودش برود، یعنی دنبال ملی گرایی برود. حالا ببینید پادشاه ما شوربختانه چه پاسخی میده. پادشاه مشخصا میگه، این فایل تصویری کیفیت بالاش هم حتما بعدن آپلود میکنم ولی بدون ترجمه است. پادشاه رسما میگه پس چطور توانستم آدم شما باشم و مأمور شما باشم و آدم شما باشم و داری میگه پادشاه. خبرنگار متعجب میشه میگه منظورتون چیه؟ یعنی فکر نمیکنه شاه اینقدر نسبت به آمریکایی‌ها ضعف داشته باشه. این حالا اونجایی که برخی از وزارت علمان میگن و این اومد به پادشاه گفتش که ژاندارم منطقه چیز بدیه، یعنی آدم آمریکایی‌ها به پادشاه توهین کرد. احمق، خود پادشاه خودش داره میگه من آدم آمریکایی‌ام، خودش داره میگه. برو این مصاحبه رو اصلش رو در بیار، قشنگ گوش کردم، وقت زیرنویس گذاشتن اینا رو نداشتم با دوستان دیگه، این حقیقته. برو مصاحبه مایک والاس رو گوش کن، برو مصاحبهش رو گوش کن. This secret study portrays the Shah as a brilliant but dangerous megalomaniac who is likely to pursue his own aims in disregard of U.S. interests. So how could I be your man, your agent? So how could I be your man, your agent? پادشاه رسما میگه پس چطور توانستم آدم شما باشم و مأمور شما باشم و آدم شما باشم و داری میگه پادشاه. So how could I be your man, your agent? How do you mean? Safeguarding your interests. احمق، خود پادشاه خودش داره میگه من آدم آمریکایی‌ام. Well, it says that the Shah is an uncertain ally. His dreams of glory apparently. Oh, I know. So you would like me to be your stooge? I know. So you would like me to be your stooge? اتفاق مهم دیگری که رخ داد، 24 ساعت پیش دو روزنامه جریان اصلی اسرائیل که اومدن و مطرح کردن در اسرائیل در سال 2017 121 هزار تجاوز ثبت شده. این رسانه ها یکیشون هارتس هست، بسیار معروفه، و یکیشون هم جورنال پسته. حالا اسرائیل تجاوز زیاد توش انجام شده، 121 هزار تا انجام شده و یک آمار بسیار تکان دهنده است برای کشوری که کوچک است. چه اتفاقی؟ 121 هزار تا شوخیه؟ برای من مهم نیستش که اولویت آصف کیا ایرانه، بعد شون میگه اول ایران بعد پادشاه، من میگم اول پادشاه هم خیلی برای من مهم تا. من رو کلاس بهتون بگم، بارها هم گفتم اگر ایران هزار تکه بشه، آلاش رو بگن آقا اعلیحضرت رضا شاه دوم میخواد بیاد بره پادشاه آلاشت بشه، من میرم تو آلاشت، من کاری با هیچکی ندارم، تعارف ندارم با کسی. خیلی صادقانه خدمتتون بگم، این نگاه شخصی منه. حالا بعضیا میگن تو آدم احمقی هستی، وطن پرست نیستی شاه، من میگم اول پادشاه هم خیلی برای من مهمه. من رو کلاس بهتون بگم، بارها هم گفتم اگر ایران هزار تکه بشه، آلاشت رو بگن آقا اعلیحضرت رضا شاه دوم میخواد بیاد بره پادشاه آلاشت بشه، من میرم تو آلاشت، من کاری با هیچکی ندارم، تعارف ندارم با کسی. این نگاه شخصی منه. حالا بعضیا میگن تو آدم احمقی هستی، وطن پرست نیستی. نه، من به ایشون انقدر اعتقاد دارم چون میدونم که ایشون از آلاشت ایران رو آزاد میکنه، مانند بابک خرمگین. میخوام بهتون بگم انقدر به ایشون اعتقاد دارم. خب حالا آصف میگه نه، اول ایران، پادشاه هم علازاد شاه رو خیلی هم قبول دارم و
همه جانم هم میدم فدا میکنم برای اینکه ایشون برسه به پادشاهی و بیاریمش داخل ایران. خب اینا نگاه دیگه.